تا وقتی مردم ایران دست به دست هم ندن و یه جمعیتی زیاد نشه و یک جمعیت کمی رو ما بخوایم توی خیابون بفرستیم، فقط نتیجهش میشه که یه تعدادی چششون کور میشه، یه تعدادی کشته میشن، یه تعدادی اعدام میشن. ولی اون چیزی نیستش که ما ایرانیان بیرون از ایران حق این رو داشته باشیم که بخوایم در واقع فقط به خاطر یک اظهار نظر مثلا اینستاگرامی یا توی فضای مجازی این کارو بکنیم. This is a special edition of Rook, the uprising 1 year later, and let's go to Dubai next. And a very special guest. My next guest is a celebrated Iranian poet, a painter, and an activist who gained international recognition for her courageous poems during the Green Movement. Hila Sediqi was born and raised in Tehran, became involved in politics as a teenager, and her activism in Iran led her to facing jail time on several occasions over the past decade until she eventually moved to Dubai and settled there. She is the founder of a cultural center in Dubai called Mehromah. And right now, Hila Sediqi joins me from the United Arab Emirates. Hello, Hila. Salam. Salam. It's nice to see you again. I know that من میفهم میدونم که خیلی خوب انگلیسی متوجه میشی و خیلی خوب زبان انگلیسی هم حرف میزنی, but you prefer to speak Persian in these interviews. I understand that. So if it's okay with you, I'll ask the questions in English and you can answer however هرچی راحت تره, okay? That's fine. Merci. Okay. Hila, it occurs to me, based on your activism in the past and your proximity to Iran as you sit there in Dubai, I know that what happened this year, over the last year, the uprising, the killing of Mahsa, and then the year after, had great resonance for you. What are you feeling 1 year later? And what lessons do you think we have learned, if any, as a global Iranian community in the year after the killing of Mahsa Amini? ببین اون چیزی که من بعد از یک سال احساس میکنم اینه که شاید گاهی اوقات ما ایرانی ها فکر میکنیم که از پس از اتفاقاتی که در واقع اعتراضات مردم که شروع میشه یا اکت های صوتی مردم که به خیابون میاد, خیلی وقتا توی فضای مجازی یه هیجانی ما رو میگیره و فکر میکنیم که مثلا ظرف 2 ماه 3 ماه 4 ماه قراره توی ایران یک انقلاب بزرگ اتفاق بیفته یا مثلا به یک سرعت خیلی کوتاه حکومت عوض بشه. من توی همون در واقع جریانات پارسال که این ماجراها اتفاق میافتاد و یه سری از آدمایی که به قولی تحلیلگرانی که تحلیلاشون رو همیشه قبول داشتم اونا رو در واقع توی این حوزه آدمای متخصصی میدونم صحبت میکردم, همیشه در واقع میگفتن که به لحاظ سیاسی هنوز نباید مردم انتظار داشته باشن که تو 2-3-4 ماه آینده یه همچین انقلاب اتفاق بیفته, چون خیلی از زمینه هاش هنوز فراهم نیست. و خب الان که 1 سال میگذره میبینم که خب با تحلیل اونا در این باره درست بوده. ولی از طرفی هم باید اینطور به قضیه نگاه کنیم که هر بار که اتفاقی از این جنس, اتفاقات شبیه سال 88 یا سال مثلا 98 آبان یا ماجرای مهسا امینی اتفاق میفته, مردم ایران یه گام بزرگی به سمت آزادی‌هاش و خاطره‌هاشون برمی‌دارن و خب در واقع ما اون چیزایی که دنبالشون هستیم, اون آزادی‌هایی که می‌خوام داشته باشیم, ما اول باید به صورت فرهنگی اجتماعی به دست بیاریم. اون چیزی که من از تهران حداقل شنیدم و میدونم از شهرستان‌ها کمتر خبر دارم اینه که الان توی خیلی از مناطق زیادی از شهر تهران مردم دیگه روسری سرشون نمی کنن, مردم دیگه حجاب ندارن و خیلی از جاهای مختلف ایران مردم حتی شالشون رو روشونشون هم نمی دازن که بخوان بعدن سرشون کنن. این چیزیه که توی فیلم ها, توی عکسایی که از کافی شاپ ها, از اماکن عمومی و خیابون های ایران می بینیم. من فکر می کنم ویدیو و ماهواره و خیلی چیزای دیگه هم مردم همینجوری توی زندگیشون و توی خونه هاشون آورده بودن. این در واقع ما یه سری از کارها رو چند سال پیش توی کوچه‌مون, شاید اون موقع گشت ارشاد و کمیته هم نبود, ولی ما تو کوچه از همسایه‌ها و غریبه‌ها هم در واقع خجالت می‌کشیدیم و سرمون رو سرمون صاف می‌کردیم. حتی اگر تو خانواده و تو فامیل هم آدمای باحجابی نبودیم, مثل خود من که همیشه وقتی بیرون از ایران بودم به قولی بدون روسری بودم, ولی تو محله روسری سرمون می‌کردیم. مردم اول از همه این تعارف ها رو بین خودشون برداشتن و این آزادی ها رو به صورت فرهنگی اجتماعی دارن قدم به قدم برمی‌دارن. Let me take your response in two parts. There's two things you said there. Let me address the first one and the second one. The first one, you said that people, Iranians,
made the mistake, perhaps, or one of the lessons we've learned over the last year is this is not going to happen overnight. We're not going to see the government of Iran, the regime in Iran, toppled in 1 month or 2 months. Do you think that Iranians around the world, if not inside Iran, were naive or maybe got too excited about the idea that there was going to be a revolution that was going to happen very quickly, and that we've now learned that this is going to take some time? ببین اینکه به هر حال اولا که هر جامعه به امید زنده است، یعنی ما باید همیشه امیدوار باشیم که وقتی با هم دیگه متحد میشیم توی خیابون میریم یا هر اتفاقی، به هر حال من نمیخوام اون امید رو از میون بردارم، ولی ایرانی های بیرون از ایران مثل ما فقط میتونیم ایرانی های داخل از ایران رو در واقع ساپورت بکنیم. ما خودمون نمیتونیم در واقع آغازگر اتفاقی باشیم. توی همه این روزهای اخیرم هم که توی فضای اینستاگرام و جای مختلف همه دارن در واقع رسیدن سال روز فوت مهسا رو میشمرن، 10، 9، 8، 7، من هیچ کدوم از اینا رو نه میشمرم نه استوری میذارم، نه اینکه بهش احترام نمیذارم، خیلی هم اتفاق مهم و ارزشمندیه برام و همین الان هر جای دنیا که من برم و حضور پیدا کنم و یک نقشی داشته باشم تو اون ماجرا لحظه ای هم دریغ نمی کنم و بهش میپیوندم، ولی من از بیرون از ایران نمیتونم واسه بچه های ایران تصمیم بگیرم و تشویقشون بکنم که اونا به جای من برن توی خیابون یا توی سالگرد اونا اتفاقی براشون بیفته. تا وقتی مردم ایران دست به دست هم ندن و یه جمعیتی زیاد نشه و یک جمعیت کمی رو ما بخوایم توی خیابون بفرستیم، فقط نتیجهش میشه که یه تعدادی چششون کور میشه، یه تعدادی کشته میشن، یه تعدادی اعدام میشن. ولی اون چیزی نیستش که ما ایرانیای بیرون از ایران حق این رو داشته باشیم که بخوایم در واقع فقط به خاطر یک اظهار نظر مثلا اینستاگرامی یا توی فضای مجازی این کارو بکنیم. من فکر می‌کنم وقتی ندا آقا سلطان رو سال 88 توی خیابون کشتن، مهسا امینی و خانوادهش، شاید نمیدونم، من قضاوتشون نمی کنم و اصلا نمیدونم تاریخچه سیاسی اون خانواده به چه صورت بوده، ولی اینو مطمئنم که مهسا دختر بچه کوچولویی بود که داشت در واقع کارتون میدید میرقصید و هیچی از ندا نمیدونست. و وقتی که مثلا اون موقع خیلی از افراد بیگناه رو اعدام میکردن، اعدامیای پارسال، خانواده‌هاشون شاید از فضای سیاسی دور بودن. این خیلی مهمه که ما ایرانی‌ها بفهمیم که تنها نقطه مشترک کشته شده‌های سال 78، 88، 98 و ماجرای مهسا امینی، تنها نقطه مشترک این بچه‌ها اینه که هموطنن. اینا نه همحزبی‌اند، نه حتی توی اون دهه و اون سال دانشجوهای مثلا کوی دانشگاه یا بچه های سال 88 جنبش سبز و بچه های مهسا امینی الزاما با یک هدف مشترک شکل اعتراضشون شبیه هم نبوده. ما تنها نقطه مشترکمون توی این 20 سال این بوده که ما فقط ایرانی هستیم و وقتی یک ایرانی با هر شکلی با هر روشی تو سالهای مختلف ممکنه توسط جمهوری اسلامی کشته بشه، این یعنی اینکه همون خانواده‌ای که امروز درگیر سیاست نیست و هیچ کاری با سیاست نداره، 2 سال بعد ممکنه خودش، فرزندش، خواهرش، برادرش یکی از همینا باشه، مثل کیان پیرفلک، مثل مهسا امینی، مثل خیلی های دیگه. Right. واسه همین but you with all of that said, you also seem to be saying with the first half of your first answer that we shouldn't expect this to happen overnight. That this is a process. And with the second part, when you were saying you're seeing these videos out of Tehran and you know that there's courageous young women not wearing hijab, not even wearing scarf around their shoulders, and doing this with courage and with their heads standing and straight up and with the support of the community members around them, is it fair to say that you believe that these are steps towards change and that over the last year we've made a big step? Because as you may know, there are people who are feeling like this was a great missed opportunity and there was all this momentum and now it's lost in the last few months. Do you feel like what happened over the last year has been very valuable in terms of change in Iran? 100%. اولا از نظر من اتفاقی که تو ماجرای مهسا امینی اتفاق افتاده، تقریبا میتونم بگم، به قطعیت میتونم بگم، بزرگترین جامپ یا پرش فرهنگی مردم ایران بوده. یعنی مباحثی که مطرح شده بعد از ماجرای مهسا امینی و سطح آزادی‌ها و مطالبات آزادی‌های فرهنگی اجتماعی که برای زنان تو این یک سال گذشته اتفاق افتاده، قبل از انقلاب 57 هم شاید به این سطح و به این عمق نبوده و حتی شاید اگر به دههای قبل از انقلاب هم برگردیم، میتونم بگم تو سده اخیر این واقعا یک رنسانس جدیه و اصلا مهم نیستش که به لحاظ سیاسی مردم
چقدر آزادی به دست آوردن مردم، گام بسیار بسیار بزرگی بچه های نسل جدید دهه 80 و 90 به این سمت برداشتن و مسائلی رو مطرح کردن و راجع به آزادی ها و قدرتی از زنان رو به میدون کشیدن که قبلا تا به این حد راجع به قدرت و توانمندی و حقوق برابر زنان به این جدیت تو ایران راجع به حرف زده نشد. Hila John, before I let you go, one more question about one of your great concerns, I know, over the years, and particularly in the last year, has been the incarceration of political activists, the imprisonment of political activists, and what happens to them when they are in prison in Iran. What has this past year taught us about how the regime will use arrest and imprisonment to quell, to put down the uprising? ببین به هر حال این نه فقط روش جمهوری اسلامی، طبیعتاً روش تمام کشورهای سایر جمهوری اسلامی هم توی ماجرای مهسا امینی نشون داد که به وحشیانه ترین شکل، به بیمارگونه ترین روش. ما خیلی وقتا فکر میکنیم که به هر حال با آدمهایی که اونجا حتی بچه‌ها و جوانان ایرانی رو بازداشت میکنن، دستگیر میکنن تو زندان، و ما انتظار داریم که با یک انسانهای هر چقدر سیاه ولی یه نقطه سفیدی ته قلبشون پیدا کنیم که اونجا یه خورده انسانیتشون بزنه بالا. میدونی همیشه این انتظار رو داریم دیگه، یعنی من خودم چون تجربه بازداشت شدن و درگیری های امنیتی رو داشتم، تو سیاه ترین لحظه و نقاط همیشه فکر میکردم اون آدم سیاهی که روبروم نشسته هم یک انسانه و یک جای منعطف میشه. ولی بعد تو ماجرای مهسا امینی و چیزهایی که میخوندیم و اتفاقاتی که میفته، به نظرم ما با یه گروهی مواجهیم که کاملا سیاهن و اصلا حالا یا با مصرف دارو یا با شستشوی مغزی یا با هر چیزی تو اون فاز، اینا هیچ درک انسانی تو برخورد منعطفانه با بچه ها رو ندارن. به همین خاطر من به شدت مصرم که این اتفاق به جای اینکه با فرستادن یه قشر کمی از بچه ها توی خیابون باشه، یه وقتی مردم ایران باید بفهمن که همه ایرانی ها، همه از هر شهر و هر شهرستان و هر سنی، از بچه 7 ساله تا آدم 70 ساله، هم تو این خطر هستن که یکی از همین قربانی ها باشن. و قبل از اینکه واقعا این خطر بیاد سر سفرهشون و گریبان بچه خودشون رو بگیره، همه باید همزمان با هم دیگه به فکر آزادی ایران باشن. واقعا خیلی متشکرم که به این برنامه اومدی امروز. همیشه یاد میگیرم وقتی که با شما حرف میزنم. I always learn when I get to talk to you. I thank you so much for doing this and thanks for being part of this special, Hila John. ممنونم جان جان، همیشه لطف داریم به من و خیلی ممنونم که امروز در کنار شما بودم. Bye bye. مرسی.